سنی های تندروی طالبان که پایه های اندیشه و اعتقادشان بر اساس تفکر انحرافی و تکفیری امثال ابن تیمیه است از زمان به قدرت رسیدن تا کنون از انواع جنایت علیه شیعیان اهل بیت علیه مسلم دریغ نکردند در یکی از جدیدترین جنایت های طالبان علیه شیعیان تروریست های این گروه به بهسود حمله کرده و دست به تخریب خانه ها و آزار شیعیان زدنده همکارم علی اکبری گزارش میدهد در بیش از یک سال گذشته که گروه طالبان بر افغانستان حاکم بودند فشارهای سیاسی و نظامی بر شیعیان هزاره در این کشور در حال افزایش بوده است سونی های تون طالبان در این مدت در بخش های مختلف افغانستان اقدام علیه شیعیان هزاره انجام دادند که منجر به آور شدن هزاران خانواده کشتار غیر نظامیان و قصب اموال و دارایی های مردم شده است. در تازه ترین مورد در شهرستان بهسود استان میدان وردک نیز این جنایات در حال تکرار است. به گزارش منابع محلی گروه طالبان در سه روز گذشته کاروانی از نظامیان خود را به شهرستان هسته دوم بهسود استان میدان وردک روانه کرده است هنوز هدف دقیق اعزام این نیروها از سوی گروه طالبان اعلام نشده است و مشخص نیست که آنها به چه هدفی به این شهرستان فرستاده شدهاند اما منابع محلی میگویند که آنها خانه های مردم را تخریب و مردم را آزار و اذیت می کنند و چندین خانه را آتش زدند. به گفته این منابع محلی نظامیان گروه طالبان تا کنون دست کم سه خانه را در منطقه تکتو و آبلیس شهرستان هسته دوم بهسود آتش زدند. این منابع همچنین از شکنجه ساکنان محل توسط نظامیان گروه طالبان خبر میدهند و میگویند که آنها بر دستان بعضی ساکنان این منطقه گلوله زدهاند آنها میگویند نظامیان طالبان پس از زخمی کردن ساکنان شهرستان هسته دوم بهسود مانع رفتن آنها به بیمارستان میشوند و نمیگذارند که زخمهای آنها مداوا شود بر اساس قوانین بین المللی کشتار و آزار و اذیت غیر نظامیان و ایجاد مانع برای مداوای افراد زخمی شده می تواند جنایت علیه بشریت به شمار رود و مجرمان باید در دادگاه های بین المللی پاسخگو باشند اما تا کنون با وجود دادخواهی های زیاد سازمان های بین المللی جنایت علیه شییان هزاره در افغانستان را به ویژه از سوی طالبان به صورت مستقلانه و در چارچوب کنوانسیون نسل کشی و سایر قوانین بین المللی بررسی نکرده است منابع محلی میگویند طالبان در شهرستان هسته دوم بهسود علاوه بر اینکه اقدام به آزار و اذیت مردم و آتش زدن خانه ها کردن بسیاری از خانواده ها را آواره کردند و آنها را مجبور کردند که خانه و زندگیشان را رها کرده و کوچ کنند بر اساس گزارش منابع محلی نظامیان طالبان تا کنون دست کم 20 خانواده از ساکنان این شهرستان را آواره کردند و خانه شماری از آنها را آتش زدند آنها علاوه بر این اقدام به تخریب خانه های مردم کردن و زیر خانه ها را حفاری می کنن و می که هدفشان پیدا کردن اسلحه و مهمات است. منابع محلی می آوارگان از ترس نظامیان طالبان به کوه ها پناه بردن و در وضعیت رقتباری به سر می برن. در این فصل سال هوا در شهرستانهای هسته اول و دوم بهسود میدان وردک به شدت سرد است و پناه بردن به کوهها نیتواند جان آوارگان را به خطر اندازد. طالبان علاوه بر این با شلیک راکت بر منطقه ساکنان محل را وحشت زده کردند و آرامش ساکنان فقیر این مناطق را برهم هم زدند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در شهرستان های بهسود میدان وردک هیچ نوع نزاع و درگیری نظامی رخ نداده است پیش از آن گهگاهی بر اثر حجوم کوچی های مسلح بر زمین و مزارع مردم درگیری های مقطعی در این شهرستان رخ میداد ساکنان بهسود همه غیر نظامی زراعت پیشه و کسبه کار هستند و اکنون هیچ فرد نظامی از حکومت پیشین در این منطقه حضور ندارد اما با وجود هیچ گونه نشانه ای از حضور افراد نظامی در این منطقه طالبان یورش برده و اقدام به آتش زدن خانه ها و آواره کردن مردم کرده است علی اکبری اخبار شیعه you <music>